Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Cenab-ı Herkese hoş olmadığım, hayır olmadığım, sefa olmadığım ve hama zayıfıra hoş olmadığım ve zahmet tutayım. Ezme Matayi Tüsamiye Oğuz'dan bazı mübarek این برادران شما جمهوری اسلامی به واقعی معنا میخواهد. این برادران شورا پیشنهادشان این است. پیشنهاد دومشان برادران این است که شما انصاف کنید بین اقوام و نه حق دیگر اقوام رو بخور، نه حق پشتونه رو بخور. انصاف هم در کمپین، انصاف هم در حکمت. سه حزب حق حزب شما میخواهد که با عادلانه و دوستانه حقوق سیاسی و مالی و که لازم است من حیث حزب، من حیث یک شریک، من حیث یک گروه برادر راضی باشه شما حزب شما راضی باشه، شما از حزب راضی باشه. حزب همکار است و حرف مشین است که ما به می تیم صحبت و همگرایی هستیم. ما میاری میریم هم بردن. خب این فیصله شورا است. از شما اعتماد می خواهیم و از شما دوستی می خواهیم و از شما عدالت می خواهیم. خوش آمدید، بخیر آمدید و عزیز ما هستیم. یعنی شورا که اینجا شسته با فیصله شورای مرکزی شسته و که ما آمدیم گفت زدیم با فیصله شورای مرکزی و شورای اجرایی آمدیم. تو سر ما شما برادر بودیم و بین ما شما بین شخصی ما شما رید نو مشکل از سال پینجا و چهار تا به امروز بین ما شما کلا مشکلی که لبی ما شما خوش شده باشه وجود نداره و تیر نشده. ولی مسائل اجتماعی است، مسائل سیاسی است، حکومتداری است. شما به نمایندگی حزب اهمیت بده حزب اهمیت قائل شد، حزب شما قائل نشد. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سباون سر اعضای رهبری حزب متحد اسلامی افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حال تشکر میکنم از شما که همین فرصت و زمینه رو مساعد ساختین و از تمام اعضای شورای رهبری شما، چی شورای مرکزی چی و شورای اجراییتان که تقاضایی را که ما داشتیم و دعوت برای همکاری را و برای همکاری در عرصه انتخابات، البته نه تنها به خاطر تاریخ انتخابات بلکه به خاطر آینده و سرنوشت مشترک مردم افغانستان دعوت کردیم. از شما این دعوت لبیک گفتین و اعتماد کردین، تشکر. با شخصیت خود شما از گذشته آشنایی داشتیم و شما هم در مورد از او اشاره کردیم. با تعداد از بزرگان شما آشنایی داریم، اعضای رهبری شما، و اگر آشنایی شناخت از نزدیک با تعداد نداشتیم از دور البته با نامشان آشنا بودیم و در مورد مشمول بودن حزب متحد اسلامی افغانستان و یکی از همه اقوام تشکیل شده و در چهار گوشه افغانستان نقش و تأثیر داره، یه هم به من معلوم است چون در جریان مسائل سیاسی افغانستان در یک گوشش قرار داشته. البته اونم ارزش های مشترکی که ما و شما را به هم پیوند میته او سبب شد که در همین بحثی که ما و شما داشتیم بسیار ساعت ها و روزها را در بر نگرفت. دو ملاقات ما و شما داشتیم، حسن نیتی که وجود داشت در طرف شما
و علاقه و شوقی که به طرف ما وجود داشت به خاطر امی اتحاد، هر دو سبب شد که بسیار زود انشالله به نتیجه برسیم. که امشب هم تشکر میکنم از اعلان حمایت شما و انشالله ای را یک قدم برای استحکام وحدت ملی در افغانستان، برای تهداب، برای باثبات افغانستان، باثبات و افغانستانی که متحد باشد و انشالله مردم افغانستان بتانند که کشور را به خودکفایی و به روی پای خود استاد شدن در تمام عرصه ها برسانند، در این راستا میدن. نکات و اهداف و پرنسیپا و اصول را که شما یادآوری کردین، جمهوری اسلامی به معنای واقعیش، مسئله عدالت و انصاف، مشارکت همه مردم، همکاری های متقابل، تقویت این حزب در محدوده امکانات با در نظر داشته این حزب چقدر تأثیر داره در کشور، تأثیر داشته در انتخابات هم طبعا، اما به صورت کل با سابقه ایش و با اون تنها مسئله کمیت هم در نظر نگرفته، معیار تمام چیز نبوده باشه، باید و کیفیت کار و اخلاص و تعهد به خدا و به وطن و به مردم، اینا همش مسائل است که یادآوری شد در صحبت‌های شما و انشاءالله که به اون ترتیب ادامه خواهد داد. یا مسئله چی دیر مهمه و در سول پاکل انشاءالله مجابتاس رو گرد نظر لرون. ما مخی خبول نظر اعلان کرده او دیر واضح هم اعلان کرده چه که یا او رز مخی در انتخابات نه فرصت، واقعی فرصت در سول دپار پیدا شی انشاءالله مجابتاس رو، او بیا پس لانتخاب کردن نه هم یا او رز روسته که در فرصت پیدا شی در سوکه پا خاطر در افغانان و دوینی پا دی توی دو پا باید مجد سول مخالفت خو حس نکو، بلکه قوالو چه در افغانستان پر افغانستان که دو سولی پر آوستل که کرسه مقام نور مسائل اصلا مطرح نه، زکه چه جواند هم اغا وقت خاند که ای کسر پا خبول کور که هم ناستی خوشخواه و خواه چه وطن تا او گوری و خلق آرام و پسول و سوکاله سر و او سیگی داخل پاچهی ده، ریاست جمهوری خوب پریگ ده داخل پاچهی ده، چون که اسلامی عقیده بولاری و افغانی ارزشون رو تا پابندی باید چه دغسی فکر رو که خصوصا اغا سوک چه اغا کس چه بیا اولوی مسئولیت هم غاری چه واخلی او ده خلق پستازی تو بی واخلی او ده خلق پرای واخلی پدر غقل مجاوتاسو هیست کم تفاوت نظر نلرو و انشالله مجاوتاسو خبلا باید فرصتون رو جور کن که بیا فرصت پیدا کیجی، خب باید چیز اسپاما و نکو او دیگه فرصت هم باید چیز سمه استفاده وشی او خبل وسط تاوان خبل حل زدی و یک قسمت مسئله است. قسمت دوم گپی مهم امدامی بود که این مسئله تا شش میزان نه، بلکه برای آینده ها و آینده ها به خاطر خیر افغانستان باید ادامه پیدا کنه. قسمت سومی بود که جایگاه مجاهدین و رهبرای جهادی باید که مشخص و معلوم باشه و تنها مسئله یک شکل سمبولیک نه، بلکه به خاطر یک آدرسی که مجاهدین توقع دارن، مجاهدین هم که از همه گوشه های افغانستان هستن و سهم در تاریخ کشور دارن و امروز هم یک قسمت زیاد مردم افغانستان خود منصوب به خانواده جهاد یا خانواده مقاومت میدانند. این بخش کارم مسئله است که دیم ما شما خودم بحثی جدا ندارد، اما در این حال وقتی که شما با زحمت میکشین، وقتی که شما یک اعتماد میکنین، باید اطمینان داشته باشین که همونطور اعتماد میشه و بالاخره باز در سختی میای خدا نخواسته، آسانی میای با هم یک جای شریک و همکار و بر یک روز و دو روز نه، بلکه به دوامدار با هم میریم. از این لحاظ انشاءالله اطمینان یک دفعه دیگه هم در مجلس نسبتا مختصر با تعداد کمتری که ما داشتیم پیشتر من اطمینان به بزرگا دادم. ما تکرار میکنیم که از او بخش کار انشاءالله
اطمینان داشته باشین. وقتی که عذابی که ریشه داره او قوی تر شوه، وسیع تر شوه سایه کارش و سایه نفوذش، این در هر مسئله افغانستان میتونه تأثیر مثبت داشته باشه. و بازم خوشحال هستم که این فرصت پیدا شد. تشکر میکنم از اعتماد شما و انشالله که امیدواری ما همیست که شما توفیق از خدا میخواییم که انشالله شما از اعتماد کردین پشیمان که هیچ وقت نباشین، بلکه امیدوار با آینده خوب و بهتر زندگی مردم افغانستان باشیم همه ما شما. تشکر از همگی، خدا بخیر داشته باشیتان. دیگر یک اعلان حمایت مهم است، یک اعتماد کلان است و همه قدری که اعتماد میشه باز باید که احساس مسئولیت بیشتر شوه در برابر خدا و در برابر مردم. و یک بار سختی را که هست باید یک جای همه ما شما به شانه خود ببریم و تا اینکه خواست خدا باشه یک راه نجات برای مردم افغانستان پیدا شد. به دعا کنید الله مرا بناتنا فی دنیا حسنتا و فی الاخره حسنتا و قنا عذاب النار حسنتا. باز یک بکن سر میکنم باز که خیمه گفتی خدا بسته کنید حالی سید الله اکبر.